به نام خدا. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنونده ی روایت این شب‌های روایت شب. روایت من اختصاص دارد به بازخوانی کتاب زندگانی امام حسین، تألیف استاد زین العابدین رهنما، نویسنده‌ای که امروز به عنوان استادی چیره دست در پرداختن به تاریخ تشیع مورد تحسین جهانیان است. همکاران این برنامه تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، سردبیر محسن حکیم معانی، صدا بردار نجات محمدی، گوینده فاطمه رکنی، راوی بهروز رضوی، تنظیم برای رادیو مهدی اشرفی. از شما دعوت میکنم به نخستین بخش از این بازخوانی گوش کنید. معاویه از دنیا رفت. بعد از ظهر آن روز مردم بر جنازه او نماز گذاردند و او را در باب الصغیر به خاک سپردند و ماجرا را برای یزید نوشتند. سه روز از مرگ معاویه می گذشت که یزید توانست خود را به دمشق برساند. همان شب هنگام عبور او از کوچه ها مردم به دستور ضحاک از چپ و راست او می آمدند و او را از زیر قبه های دیبا و سراپرده ها عبور می دادند. با این جاه و جلال یزید را وارد قصر الخضراء کردند. یزید در همان ساعت و روز اول ورودش از خوابی که سه شب قبل دیده بود برای آنان چنین حکایت کرد: خواب دیدم که میان من و مردم عراق جویی از خون قرار گرفته است و به جای آب خون در آن روان است. من می‌خواستم از آن بگذرم ولی نتوانستم. در آن هنگام عبدالله ابن زیاد را دیدم که پشت سرم ایستاده. به او نگاه کردم و او ناگهان بی‌محابا از آن جوی گذشت و من در همان حال نگران کار او و رفتار او بودم که از خواب پریدم. همه حاضران مجلس به او گفتند: ای امیر ما و سید ما به پدر بزرگوار تو خدمتگزار بودیم و تا جان داریم در راه تو می جنگیم و از هر رودخانه خونی هم که پیش رو آید بی‌پروا می گذاریم. تو از این جهت خاطری آسوده داشته باش که در راه خدمت و وفاداری به تو هیچ مانع و مشکلی برای ما نباشد. این سخنان اطرافیان یزید را دلشاد کرد. او برای شهری که حسین در آن زندگی می‌کرد فکر دیگری کرده بود. فکر یزید برای مدینه این بود که مروان حکم والی آنجا را معزول کند و پسر عم خیش ولید ابن عتبه را به مدینه فرستد. پس از حرکت او نامه‌ای بدین مضمون برای او فرستاد: بسم الله الرحمن الرحیم. از عبدالله یزید ابن معاویه به ولید ابن عتبه والی مدینه. اما بعد بدان که معاویه بنده‌ای بود از بندگان خدا که گرامیش داشته بود و خلافت روی زمین به وی داده بود. او به جوار رحمت الهی پیوسته و پیش از پیوستن به رحمت الهی مرا جانشین خیش کرد. نخستین کار تو این است که از اهل مدینه بیعت بگیری، مخصوصا از حسین ابن علی و عبدالله ابن عمر، عبدالرحمن ابن ابوبکر و عبدالله ابن زبیر، و هر یک از ایشان حاضر به بیعت نشود گردنش را بزن و سر او را نزد من بفرست. وقتی که این نامه به دست ولید رسید بسیار نگران شد. بی اختیار گفت: وای بر ولید که با حسین ابن علی در افتد. بیدرنگ مروان حکم والی سابق را نزد خود خواند و نامه را به دو داد تا بخواند و به او گفت: در کار این چهار کس چه کنم؟ مروان گفت: هر چهار تن را پیش خود بخواه و آنها را وادار به بیعت کن. اگر خودداری کردند هر چهار تن را گردن بزن پیش از آن که خبر مرگ معاویه به آنها برسد و شورش و انقلابی برپا کنند. اگر غیر از این بکنی و آنان از مرگ معاویه آگاه شوند، مردم را بر ضد یزید می شورانند. ولید همانطور که سر به زمین انداخته بود گفت:
کاشکی هرگز از مادر زاده نمی شدم. و دیگر چیزی نگفت. مروان گفت: ای امیر، تو برای چه و به خاطر که اظهار دلتنگی می کنی؟ برای اینکه فرزندان علی به خلافت نرسیدند؟ تو نمی دانی که آل بوتراب از قدیم دشمنان ما بودند و عثمان را همانها کشتند. اگر تو امروز اقدام نکنی، آنها اقدام می کنند و در آن صورت تو از نظر یزید می افتی و حرمت و جاه تو از میان می رود. ولید کسی را فرستاد و حسین علیه السلام و عبدالرحمن و عبدالله ابن زبیر را طلبید. همگی در صحن مسجد رسول بودند. حسین جواب داد: از اینجا به خانه می روم و از خانه نزد ولید می آیم. عبدالله گفت: این وقتی نیست که والی با کسی ملاقات کند و یا با کسی مشورتی بنماید. شاید امر مهمی اتفاق افتاده است. حسین پاسخ داد: معاویه باید وفات کرده باشد. عبدالله گفت: از کجا می گویی؟ و امام پاسخ داد: از خوابی که دیشب دیدم. دیدم که منبر معاویه سرنگون شده و آتشی در قصر او افتاده که به آسمان زبانه می کشد. حسین علیه السلام کمی تأمل کرد و دوباره گفت: چون بیدار شدم با خود گفتم معاویه باید مرده باشد. عبدالله ابن زبیر گفت: اگر خواب تو راست باشد، پس ولید ما را برای بیعت با یزید فراخوانده است. در این صورت تو چه خواهی کرد؟ امام پاسخ داد: من با یزید بیعت نمی کنم. او مردی شرابخوار و بدکار است که شایستگی خلافت مسلمانان را ندارد. در این هنگام پیام‌آور ولید بازگشت و گفت: امیر در دیدار شما شتاب دارد، زودتر بیایید. امام گفت: من خواهم آمد. مطمئن باش اگر کسی دیگر هم نیاید من می آیم. تو برو و به امیرت خبر بده. قاصد ولید رفت. عبدالله به امام گفت: آیا بیم نداری دستگیر و زندانیت کنند یا سر از بدنت جدا سازند؟ امام پاسخ داد: نه، چنین ترسی ندارم. عده‌ای مسلح همراه خواهم برد. بر آنها آسان نیست که بر من دست یابند. با همه اینها آنچه شدنیست می شود. عبدالله گفت: پس من نیز با تو می آیم. و امام جواب داد: بهتر از اول به زیارت قبر جدم برویم. هر دو با هم سر تربت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و از آنجا به خانه های خود روان شدند. امام در منزل غسلی کرد، جامعه نو پوشید، دو رکعت نماز گذارد و به دنبال گروهی از جوانان دوستدار خود فرستاد و به آنها خبر داد که با سلاح خود بیایند. گروهی 30 نفره از جوانان قریش و یاران امام به فاصله کمی در خانه او حاضر شدند. امام از خانه بیرون آمد و در حالی که عصای رسول خدا را در دست داشت به همراه آنها به سوی خانه ولید حرکت کرد. وقتی که به در خانه او رسید به همراهان خود گفت: بمانید و گوش به زنگ صدای بلند و یا فریاد من باشید. آن دم که شما را خواندم بیدرنگ به درون خانه هجوم آورید. و با عزم راسخ قدم به خانه ولید نهاد. همین که ولید چشمش به امام افتاد از جای برخاست. به او احترام فوق‌العاده نهاد و او را در دست راست خود نشاند، در حالی که در دست چپش مروان حکم نشسته بود. امام گفت: چه شده است که به دنبال من فرستاده ای؟ از معاویه چه خبر داری؟ ولید گفت: عمر تو دراز باده ای فرزند رسول خدا. معاویه عمرش را به تو داد. یزید نامه ای نوشته که همه با وی بیعت کردند و بیعت تو را خواسته و آن را از همه بیعتهای دیگر مهمتر به شما را برده است. مدتی هم همه خاموش شد. دوباره ولید گفت: یا ابا عبدالله، معاویه برای تو عموی مهربان بود و امیری نیکو و با کرم. شایسته است که تو پیش از دیگران با فرزندش بیعت کنی و این کار را همین امروز در حضور من و مروان و دیگر حاضران انجام بده. حسین گفت: این کار بزرگ است و راست نیاید که در پنهانی انجام گردد. فردا که این خبر فاش می شود و مردم در سرای تو گرد می آیند و از آنها بیعت می گیری، من نیز آنچه صلاح باشد در حضور همه انجام می دهم. ولید گفت: یا ابا عبدالله، آنچه صلاح بدانی همان کن.
مروان خطاب به ولید گفت: من روبروی حسین میگویم تو اشتباه میکنی که دست از او میداری. نگذار از اینجا بیرون رود. بیعت را هر طور شده از او بگیر. اگر مقاومت کند سر از تنش جدا کن، وگرنه دیگر تو بر او دست نخواهی یافت. حسین که این کلمات را شنید با خشم و تندی به ولید گفت: حالا که مروان تهدید و تخفیف را پیش کشیده، من ناچارم بگویم که یک تن از خاندان رسول هرگز به مردی خمار و تبهکار سرفرود نمی آورد و با او بیعت نمی کند. و حسین در اینجا صدایش را بلندتر کرد و گفت: آنچه درباره یزید شرابخواره گفتم فردا بامداد در حضور مردم خواهم گفت. جوانان که صدای بلند حسین را شنیدند با شمشیرهای آخته به داخل خانه ریختند. در آن دم حسین از جا برخاست و با یاران خود از خانه ولید بیرون رفت. به ولید خبر دادند که مردم بیشماری به خانه او هجوم آوردند. ولید به استقبال آنها به کوچه رفت. مردم فریاد می زدند: ای ولید، ای والی معاویه، چرا عبدالله مطیع را زندانی کرده ای؟ همین دم باید او را آزاد کنی، وگرنه ما خود این کار را می کنیم. ولید و مروان که هر دو از این جمعیت بسیار بیمناک و وحشت زده شده بودند، فریاد برآوردند: ما مأموریم و مأمور معذور است. حکم یزید خلیفه نوین است که عبدالله را در زندان نگاه داریم. مردم دست جمعی گفتند: عبدالله بیگناه است. ما او را به عنف از زندان بیرون می آوریم. برویم به سوی زندان. و موج جمعیت خانه ولید را ترک گفت و به سوی زندان رفت. زندانبانان نتوانستند در برابر این سیل خروشان پایداری کنند. شهر حالت تشنج به خود گرفته بود. فردای آن روز آن هیجان بیشتر بود. حسین در خارج از منزل با مروان تصادف کرد. مروان گفت: ای ابا عبدالله، صلاح تو در آن است که با یزید بیعت کنی و آتش فتنه را خاموش نمایی، وگرنه این آتش به دامان تو و خانوادت گرفته تو را در خود فرو خواهد برد. حسین گفت: تو مرا تهدید می کنی؟ من می دانم بلایی رسیده است، ولی من تسلیم این بلا نمی شدم. از آن هم بیم ندارم و آن را در هم می شکنم. ترس خود بدترین بلاهاست و زندگی جز ایمان و جهاد چیز دیگری نیست. یزید کیست که تو مرا به بیعت او می خوانی؟ ما اهل بیت رسول خداییم و همیشه کلمه حق را بر زبان جاری داریم. من از جد خود شنیدم که خلافت طلقا حرام است و ابو سفیان و فرزندان او طلقا هستند. مروان گفت: ای حسین، بدان که من از تو دست بردار نیستم و رهایت نمی کنم مگر اینکه با یزید بیعت کنی. حسین گفت: چنین کاری را نه تو خواهی دید نه یزید. حسین این را گفت و از او دور شد. همان روز مروان شرح ماجرا و وضع مردم و قیام آنها برای نجات عبدالله را با تمام جزئیات برای یزید نوشت. ولید هم گفتگوی خود را با حسین گزارش کرد. این دو والی، یکی سابق و یکی لاحق، با هم مشورت کردند و تصمیم بران گرفتند که ابتدا عبدالله را به بیعت وادار کنند و اگر نکرد او را آزار دهند تا آنجا که او را بکشند. جعفر و عبدالله چون می دانستند که مورد تعقیب واقع خواهند شد، به جای راه معمولی و راه راست، راه بیراهه را در بیابان پیش گرفتند و به سوی مکه روان شدند. ولید و مروان 30 جمازه مرکب از جوانان جنگجو برای دستگیری آنها به دنبالشان فرستادند. برادران و دوستان و خیشان عبدالله را دستگیر کردند و وحشت و اضطراب در مردم مدینه به وجود آوردند. در همین ایام نامه مجدد یزید به مدینه رسید که نوشته بود: از یزید ابن معاویه به ولید ابن عتبه والی مدینه. اما بعد
نامه تو رسید. در باب بیعت مردم مدینه با من و سران مخالفین، مخصوصا حسین ابن علی، باید بار دیگر آنها که از بیعت خودداری کردن نزد خود به طلبی و به آنها بفهمانی که در مقاومت نتیجه نیست. اگر حسین ابن علی با تمام این احوال باز مقاومت کرد، سر او را برایم بفرست. پاداش تو برای اجرای این امریه بسیار خواهد بود. همان دم ولید عین نامه را به حسین نشان داد و به او گفت: من یک روز و دو روز می توانم از اجرای این امریه خودداری کنم. پس از آن دیگر چاره ای نیست. حسین گفت: تا فردا هم صبر کن. آنچه خدا بخواهد همان خواهد شد. از آنجا حسین علیه السلام به سر قبر جدش صلی الله علیه و آله و سلم رفت. آن شب را حسین بر سر مزار جدش گذراند. رو به قبر جدش ایستاد و گفت: منم فرزند فاطمه تو، فرزند کسی که تو در بارش گفتی فاطمه برای من همه چیز بود، دختر بود، مادر بود، غمخوار بود و پرستار. و باز در بارش چنین گفتی که همه ما شنیدیم: من از میان شما می روم و عطرت خود را در میان شما می گذارم که به آنها احترام گذارید. ولی با ما چنین نکردند و اکنون نیز مرا بران می دارند که برخلاف دستور تو به شراب خاری بی ایمان دست بیعت بدهم، کاری که هرگز نخواهم کرد. زیرا فکر می کنم روزی که به دیدار تو نائل شوم چه پاسخی از این عمل خود به تو توانم داد. خدایا، این تربت پیامبر تو محمد است و من پسر دختر اویم که در مقابل این پیش آمده بد به دینجا پناه آوردم تا خودت آنچه را روا و مصلحت می دانی و آنچه رضای تو و پیامبر توست برایم فراهم بسازی و همان را به روح و قلبم الهام کنی تا پیروی کنم. حسین از این گونه درد دلها بسیار کرد و آخرین کلماتش این بود: خدایا، این شکایت ها را من جز به تو کجا برم؟ این را گفت و سرش را روی قبر جدش گذاشت و اشکهایش روی قبر جدش قطره قطره فرو افتاد. مدتی به این حال ماند که خواب او را در بود. در خواب یا نیمه بیداری منظره رو به خیال و چشم بصیرتش پدید آمد که بعدها آن را برای دوستدارانش چنین حکایت کرد: جدم محمد رسول خدا را در خواب دیدم و این کلمات را چنان به قوت گفت که هنوز زنگ صدایش در گوشم است: حسین من، تقدیر تو بران است که به زودی کشته شوی، تشنه کشته شوی و بزرگترین مجاهد راه راستی و درستی شوی. تو را در بهشت پایگاهی است که تا شهادت نیابی بدان نائل نشوی. پدر و مادر تو در آرزوی دیدار تو هستند و تو را در بالاترین مقام ها در بهشت خواهند دید. کشندگان تو در دنیا و آخرت به بدترین فرجام دچار خواهند شد. دوباره گفت: جانبازی تو در راه درستی و راستی بی همتا خواهد بود. با شهامت در این راه گام بردار. و من از خواب بیدار شدم و این کلمات بر زبانم جاری بود: باشد که به زودی نزد تو بیایم و آنچه در دل دارم برایت بگویم. گفتند که آن شب را حسین تا به صبح بر سر مزار جدش گذراند و در همان شب ولید آدمک‌های خود را به کاوش در حرکات و رفتار حسین گماشته بود و چون خبری از او نیافت یقین نمود که او از مدینه به مکه رفته است. از این حیث بسیار خوشحال می نمود، زیرا پیش خود فکر می کرد که با رفتن حسین از مدینه دیگر مجالی برای اجرای حکم یزید باقی نمی ماند و این قائله برای او پایان می یابد. حسین نماز صبح خود را بر سر قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به جا آورد و از آنجا مستقیم به سرای محمد حنفیه رفت.
او را آگاه ساخت که با برادر و برادرزادگان و بعضی شیعیان خاندان خود قصد عزیمت به مکه را دارد. محمد حنفیه این فکر را پسندید و گفت: تو پیش از آن که به من بگویی، من بران بودم همین پیشنهاد را به تو کنم و بگویم از مدینه برو به یمن یا نقطه‌ای که یزید دسترسی بدان نداشته باشد. حسین همانجا قلم و پوست آهو طلبید و این وصیت نامه را نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. این وصیت نامه حسین بن علی است که در حضور برادر خود محمد حنفیه نوشته و او را بر مندرجات آن گواه گرفته است. نخست گواهی می‌دهد که خدا یکی است و شریکی ندارد و محمد پیامبر و فرستاده اوست که هرچه گفت درست و راست بود. بهشت حق است و دوزخ حق. در رستاخیز و در رسیدن آن شکی نیست. همه مردم را پس از مرگ برمی انگیزد و دوباره زنده می کند. من حسینم که اکنون از مدینه خارج می شدم و این خروج من نه برای راحت طلبی است و نه از ترس و بیم، بلکه تنها برای مصلحت مردم است. من در هر کجا باشم مردم را به خوبی تشویق می کنم و از بدی باز می دارم و از هیچ کس و هیچ چیز بیم نخواهم کرد. من خود از جدم چه در خواب و چه در بیداری شنیدم که می گفت سرانجام حسین کشته خواهد شد و من برای این شهادت بزرگ با جان و دل حاضر و آماده شدم. عبدالله عباس که در آن دم رسیده بود گفت: ای ابا عبدالله، من چنان مصلحت می‌بینم که با یزید بیعت کنی و خود را این گونه به زحمت و خطر نیندازی. حسین گفت: من آن مرد نیستم که با یزید بیعت کنم و آن کس نیستم که از خطر بیم کنم. حسین وصیت نامه را به برادر خود داد و از آنجا به سرای خود روان شد. علاوه بر اهل بیت و پسر عموی خود مسلم بن عقیل، عده‌ای از پیروان دیگر خود را که شمار آنها به 21 تن می‌رسید با خود برداشت و این قافله کوچک راه مکه را در پیش گرفتند. مسلم پیشنهاد کرد که بیراهه را در پیش گیرند تا دچار خطر و مزاحمتی که ولید و دیگر عمال یزید ممکن است برایشان فراهم کنند نشوند. ولی حسین علیه السلام گفت: راه راست روشن‌تر و بهتر است، به همین راه روان شویم. حسین و کاروان او کمترین توقفی در راه نکردند. روز سوم شعبان، روز ولادت حسین بود که به مکه رسیدند. ورود حسین به مکه پیشامد بزرگی برای آن شهر بود. شب و روز خانه حسین از طبقات گوناگون مردم پر و خالی می شد. این اقبال و توجه مردم عبدالله زبیر را که در نهان داوطلب خلافت و برای این مقصود کوشش بسیار می کرد، بران داشت که مانند دیگران در نماز جماعت ابتدا با آن حضرت کند و در خدمت او شب روز بنشیند. عبدالله عباس که پسر عم علی امیر المؤمنین علیه السلام و مشاور صدیق او بود و عبدالله عمر با حسین ودا کردند و راه مدینه را در پیش گرفتند.